باز هم معرفی فیلم های جذاب و سرگرم کننده در زنیکس تیوی. این بار به معرفی فیلم های اکشن سال 2021 میپردازیم. قبل از شروع به این نکته اشاره میکنم که اگر به تازگی با کانال یوتیوب زنیکس تیوی آشنا شدید، حتما کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را فعال کنید. The Ice Road. داستان این فیلم پیرامون یک راننده کهنه کار جریان داره که میبایست کارگران یک معدن الماس فرو ریخته را نجات بده، اما طولی نمیکشه که اون متوجه وجود یک خطر بزرگتر میشه و راهی جز مقابله با اون نداره. Tom Clancy's Without Remorse. در فیلم تام کلنسی بدون پشیمانی، جان کلارک که یک تکاور خبره نیروی دریایی در یک عملیات تروریستی همسر خودش رو از دست میده. اون فرصتی پیدا میکنه تا انتقام همسر خودش رو بگیره، ولی به ناگاه خودش رو درگیر توطئه‌ای بزرگتر میبینه و میفهمه قتل همسرش اونطور که فکر میکرده نبوده و... Chaos Walking. فیلم آشوب مدام. در آینده دنیایی وجود داره که در اون تمام زنان ناپدید شدن و همه چیزهای زنده میتونن از طریق تصاویر و صداهایی به نام نویز وارد ذهنهای یکدیگه بشن و ذهنهای اونها رو بخونن. و Redemption Day. داستان فیلم روز رستگاری در مورد تفنگدار جوان آمریکایی به اسم براد پکستونه که پس از دزدیده شدن همسرش توسط نیروهای تروریستی تصمیم میگیره در زمان خیلی کمی که داره با انجام یک عملیات خطرناک و بزرگ اونو نجات بده. مورتال کمبات. در فیلم مورتال کمبات، کول یانگ یکی از مبارزین MMA هست که به دنبال برترین قهرمان‌های کره زمین به منظور نجات تمام عالم و مقابله با دشمنانی که از سرزمین‌های خارجی اومدن می‌گرده. Outside the Wire. در فیلم خارج از سیم، در آینده‌ای نزدیک، یک هدایتگر پهباد و یک سرباز سایبورگ با همدیگه تیمی تشکیل میدن تا جلوی یک حمله هسته‌ای رو بگیرن. زک سنایدر جاستیس لیگ. در ابتدا قرار بود به صورت مینی سریال 4 قسمتی منتشر بشه، ولی تایید شده که به صورت یک فیلم 4 ساعته منتشر خواهد شد، یکی از طولانی ترین آثار ابرقهرمانی ساخته شده. در خلاصه داستان اومده که زک سنایدر اجازه نمیده که فداکاری نهایی سوپرمن بی نتیجه بمونه. اون همراه با متحدانش در تلاشن تا جلوی فاجعه ای رو که قرار زمین رو نابود کنه بگیرن. گودزیلا ورسس کانگ. در جریان این فیلم میان دو هیولای عظیم الجثه، کینگ کانگ و گودزیلا، نبردی بزرگ شکل میگیره و در این بین بشریت به دنبال نابودی هر دوی اونها و بازپسگیری کره زمینه. تیک بک. زارا، جیلیان وایت و برایان، مایک جی وایت، زندگی کاملا خوبی در شهری کوچیک دارن. همه چیز خوب پیش میره تا وقتی که غریبه‌ای مرموز زارا دختر اونها رو میدزده و حالا اونها باید برای نجات جان اون تا پای جونشون تلاش کنن. وانکویش. فیلم غلبه درباره مادری به نام ویکتوریاست. اون در تلاشه تا گذشته تاریک خودش رو پشت سر بذاره. ویکتوریا در گذشته منتقل کننده مواد مخدر بود. از طرفی پلیسی فاسد و بازنشسته دختر ویکتوریا رو به عنوان گروگان میگیره و اونو مجبور میکنه که دوباره به انجام امور خلاف بپردازه. کاسمیک سین. فیلم گناه کیهانی داستان 7 سرباز سرکش رو به تصویر میکشه که به امید پایان دادن به جنگ بین ستاره‌ای، یک حمله پیشگیرانه علیه تمدن بیگانه تازه کشف شده رو آغاز میکنن. Army of the Dead. فیلم ارتش مردگان ماجرای طغیان زامبی در لاس وگاس رو به تصویر میکشه که به دنبال اون
گروهی از مزدوران با هدف سرقت وارد منطقه قرنطینه شده و بزرگترین سرقتشون رو انجام میدن. بلو زیرو، فیلم زیر صفر درباره یک ماشین حمل و نقل زندانیانه که در جاده متروکه مورد حمله وحشیانه عده‌ای قرار میگیرن. در این میان مارتین، پلیسی که رانندگی ماشین رو بر عهده داره، زنده میمونه و تلاش میکنه موقعیت خودش رو حفظ کنه. بمبئی ساگا، فیلم حماسه بمبئی درباره فردی به نام آمارتیا راوئه که همراه با پدر و برادر کوچیک خودش زندگی ساده ای رو میگذرونن، اما با وقوع حوادثی زندگی آروم آمارتیا با فراز و نشیب‌های فراوان روبرو میشه و اون برای غلبه بر باندهای قاچاقچی مجبور میشه تبدیل به یک گنگستر بزرگ بشه. سپیس سویپرز، در فیلم رفتگران فضایی در سال 2092 خدمه رفتگرهای فضایی به نام دویکتری رو دنبال میکنن. وقتی اونها یک ربات انسان نما به نام دوروتی رو کشف میکنن که به عنوان سلاحی برای کشتار جمعی شناخته میشه، درگیر یک معامله تجاری خطرناک میشن. ویلیز واندرلندز، فیلم سرزمین عجایب ویلی در مورد مردی تنها و آروم با بازی نیکولاس کیج که پس از خراب شدن ماشینش خودش رو در شهری دور افتاده گرفتار میبینه. حالا اون که قادر به پرداخت هزینه تعمیرات ماشینش نیست، قبول میکنه تا به جای پول تعمیرات تمام شب رو به تمیز کردن یک مرکز تفریحی خانوادگی متروکه به نام سرزمین عجایب ویلی مشغول بشه، غافل از این که این سرزمین عجایب یک راز تاریک در دل خودش پنهان کرده. بتمن سال آف دراگن، انیمیشن بتمن روح اژدها در دهه 1970 یک معلم گم شده هنرهای رزمی موضوع تلاش دانش آموزان فداکار و درخشان اما دور خودشه که شامل بتمنه. وایلد داگ، در فیلم سگ وحشی، سگ وحشی با نام ویجی وارما یک مأمور نیاه که برای رسیدگی به پرونده تروریسم از یک میز کار به میدان برگشته. اون علی‌رغم داشتن انگیزه شخصی، آسمون و زمین رو برای اطمینان از برقراری عدالت به خاطر کشور حرکت میده. تلپاتی 64، در ابتدا با عنوان آزمایشی تلپاتی 64 راه اندازی شد. عنوان رسمی مستر در 31 دسامبر 2019 اعلام شد. یک استاد الکلی به مدرسه نوجوانان اعزام میشه و در اونجا با گنگستری که از بچه‌های مدرسه برای کارهای مجرمانه استفاده میکنه درگیر میشه. The Power، فیلم قدرت داستان یک پسر و دختر رو روایت میکنه که خانواده اونها به خاطر دشمنی قدیمی با هم درگیر هستند. New Gods، نزری بار 3000 سال پس از نبرد نژا با خدایان رو به تصویر کشیده. حالا نژا در قالب یک موتور سوار جوان و بیباک به نام لیون شیانگ بار دیگه متولد شده. اما با ظاهر شدن دشمنان قدیمی لژا، لیون شیانگ به هویت واقعی خودش پی برده و قدرت‌های نژا در وجود اون شعله ور میشن. حالا اون باید کینه 3000 ساله رو با قبیله اژدها حل کنه. Assault on VA-33، در فیلم حمله به ایستگاه 33 یک کهنه سرباز جنگ پس از اینکه بیمارستانی که همسرش در اون کار میکنه توسط تروریست ها تصرف میشه، باید تمام تلاش خودش رو به کار بگیره تا همسرش و تمام افراد حاضر در بیمارستان رو نجات بده و از طرفی با بیماری نهفته در بدنش نیز مبارزه کنه. کارنن، در فیلم کارنن یک جوان بیباک روستاییه که برای حقوق مرده محافظه‌کار روستاش مبارزه می‌کنه و این کار باعث میشه توسط یک افسر پلیس تحت شکنجه و عذاب قرار بگیره. هیتمن وایفز بادیگاردز،
مایکل برایس هنوز با داریوس کینگز دوسته و حالا همراه با هم برای نجات همسر داریوس تلاش میکنن، اما چندان کار آسونی نیست. نوبادی در فیلم هیچکس یک مرد خانواده دار بی تکلف که در حین حمله ای به خونش از ترس به خودش می لرزه. پس از این واقعه آتش اختلال روانی درونش رو دوباره شعله بر می کنه و اون برای گرفتن انتقام یکی از مهارت‌های مرگبارش رو به کار می گیره. اما این کار اون خانوادش رو در معرض خطر بزرگتری قرار می ده. F9 داستان فیلم سریع و خشن نوح پیرامون مقابله شخصیت دام و تیم همیشگیش با برادر بیگانش با بازی جان سینا جریان داره. ناگفته نمونه که در این اثر شخصیت محبوب هان با بازی سانگ کانگ نیز مجدداً به این فرانچایز باز خواهد گشت. اما هنوز چگونگی بازگشت اون از مرگ مشخص نیست. No Time to Die زمانی برای مردن نیست یکی دیگه از فیلم‌های جیمز باند که شخصیت دانیل کریک در حال لذت از زندگی شخصی خودشه که دوستش از اون درخواست کمک می‌کنه که پرونده روبوده شدن یک دانشمنده. Red Warning داستان در رابطه با یک مأمور اینترپول تحت تعقیب ترین سارق هنری جهانه. The Marksman فیلم تیرانداز در مورد یک دامدار و تیرانداز سابق در مرز آریزونا به نام جیم هانسونه که با پسر بچه مکزیکی روبرو میشه که ناامیدانه از چنگال گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر فرار میکنه. تریگر پوینت در فیلم تریگر پوینت نیکولاس شاو یکی از مأمورین عملیاتی بازنشسته ارتش ایالات متحده است که همکنون به عضویت تیمی حرفه‌ای و ناشناس در اومده و انسانهای شرور رو در سرتاسر دنیا از بین میبره. اما SAS Red Notice ارتش کوچیکی از جنایتکاران آموزش دیده به رهبری لازلو آنتونوفتی یورستار رو در زیر کانال انگلیس رو بودن و یک مأمور حرفه‌ای اینترپول به دنبال اونهاست. The Vault در فیلم خزانه یک دانش آموخته نابغه مهندسی به گاف صندوق بانک اسپانیا علاقه منده. ساختمان بانک بیش از 100 سال قدمت داره. هیچ نقشه ای از ساختمان در دسترس نیست و دارای یک سیستم امنیتی شامل یک رودخانه زیرزمینیه که در صورت شکست شدن در دیوارهای اون اتاق امن طغیان میکنه. The Misfits فیلم ناجورها داستان این فیلم به اونجایی برمیگرده که مجرم مشهور ریچارد فیس بعد از پیوستن به گروهی از دزدان عجیب باید در سرقتی بزرگ نقش پیدا کنه که ممکنه زندگی خودش و افراد زیادی رو تغییر بده. Born a Champion در فیلم تولد یک قهرمان میکی کلی یکی از اولین کمربندهای سیاه آمریکایی در جیجیتسوی برزیل از همه چیزهایی که دوست داره دور میشه و وارد مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی غیر مجاز میشه. سمارتن یک پسر جوان میفهمه که ابرقهرمانی که تصور میشد پس از یک نبرد حماسی 20 سال پیش ناپدید شده ممکنه در واقع هنوز هم وجود داشته باشه.